شما بیننده خبرهاز استدیو هرات هستید. نبود امکانات و لوازم صحی در اماکن کرکپاکی در هرات زنان کارگر را به مرض توبرکلوز مبتلا نموده است. اداره امور زنان هرات در گزارش ویژه‌ای که پیرامون وضعیت زنان کارگر در اماکن کرکپاکی، تالارها و شرکت صنعتی منتشر نموده، مشکلات فراراه خانم‌های کارگر را به بررسی گرفته است. در این نظارت با 488 زن کارگر مصاحبه شده است. در همین حال اداره امور زنان هرات با تدویر نشست دادخواهی از ادارات دولتی خواست تا در رفع چالش های فراراه زنان کارگر اقدام کنند. همکارم رسول عظیمی با گزارشی در این مورد. عدم پرداخت دستمزد کافی، نبود امکانات و لوازم صحیح مانند ماسک، دستکش و مواد شوینده، ندادن رخصتی با معاش و نبود مکان مناسب برای نگهداری اطفال زنان کارگر در اماکن کرکپاکی در هرات از اهم مشکلات است که خانم‌های کارگر صنعت کرکپاکی در هرات با آن سر دوچارند. اعضای تیم نظارت کننده از مشکلات خانم‌های کارگر در اماکن کرکپاکی، تالارها و شهرک صنعتی هرات میگویند که آنها جهت دریافت این مشکلات با 488 خانم کارگر مصاحبه کرده اند. زیاد بودن اوقات کاری، کم بودن معاش و عکس العمل تحقیر آمیز مردم به زنان کارگر اما در شمار چالش هایی است که خانم های کارگر در تالارها با آن روبرو اند. در بعض محلات که اینا کار میکردن امکانات و لوازم صحی در دسترس از اینها نبوده، با امتیازات کمتری برخوردار بودن، یعنی حقوق کمتری بر زنان نظر به فشار کار و ساعات کاری بر از اینها داده میشده، یعنی دستمزد کافی نداشتن، مکان مناسبی برای صرف غذا و بعضی ضروریاتی که خانم ها باید در اون محلات داشته باشن بر زنان موجود نبوده. در همین حال زنان کارگر در یکی از شرکت های کرکپاکی در هرات میگویند روزانه در قبال 170 افغانی در هوای سرد زمستان کار می کنند. آنها مجبوریت، فقر و تنگ دستی را دلیل تن دادن به شغل اینچنینی می دانند. جان ما بخار می شود، جان ما دانه می شود. آخدان چه جن مزید می شود، مرد دکتور مرد چکار کنی نشود؟ مصارف دکتر شما باز از طرف شرکت پرداخته می شود یا نه؟ نه، خود طرف خودان خود می ده. روزانه 60 است، 160 است، 150 هر کسی مقراری مقداری که کار میکنه. وزارت علمی تنخواه ما 170 تنخواه ما نبوره. مسئول این شرکت خصوصی اما از رعایت وضعیت بهداشتی کرکپاکان شرکتش سخن گفته، از عدم استفاده زنان از ماسک سخن میگوید. به گفته او در اماکن کرکپاکی به دلیل نگرانی از آتش سوزی از وسایل گرم کن استفاده نمی شود و دستکش هم مانع کار کرکپاکان میگردد. ببینیم ما به تعداد نفر برای از اینو حتی اگه به شما بگم صبح به صبح ماسک داده میشه، من تو متاسفانه خانم عادت ندارم، من می آلاته که بدون ماسک اینا استفاده کنم اینا عادت کردم و مخته شدم، به شکل اینا بگم مخته شدن. و اگه میگین شما عمل میتونن که ما خود مخته شما پایین میشم داخل کیفاز رو نگاه کنین که ماسکا تا نو گذاشتیه. فقط تبرئه میکردن مسئولین شرکت ها، فقط این حرف ما میزدن. وقتی ما میرفتیم از کارگرا سوال میکردیم، متاسفانه این واقعیت نداشت. اونا حتی یک روپیه هم برای ماکس هزینه مد نظر نگرفتن. لحاظا اگر ما سلسله مراتبی، یعنی پی هم دیگر ما بررسی بکنیم، 100% ما به یک نتیجه اساسی خواهیم رسید، در غیر صورت نه. با این همه اداره محلی هرات با اعلام پشتیبانی از زنان کارگر هشدار می‌دهد که در صورت عدم توجه کارفرمایان به وضعیت اسفبار خانم‌های کارگر، آنها را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌کند. بسیار به گونه درست و سازمان یافته نظارت‌هایی که آغاز شده اینا دادخواهی شوه و آنانی که صریحاً خواسته باشند در این زمینه به استبداد و بی‌عدالتی ادامه بدن و قوانین افغانستان را نقض بکنند، باز ما اونا را ارگان های عدلی و قضایی به خاطر تامین عدالت و نقض قوانین با اونا رسیدگی خواهیم کرد. این در حالی است که در گذشته نیز نظارت های مشابهی از وضعیت زنان کارگر در هرات منتشر شده اما کمتر در رفع نواقص اقدام شده است.